دوستان ما اضافه بشه تا بتونیم برنامه رو رسمیت ببخشیم و عملا آغاز بکنیم. آقای رضا اچ گفتن که درود، صدا و تصویر خیلی خوبه، سپاسگزارم از حضور تک تک عزیزان، آقای رضا میری نازنین و بقیه دوستان. خب همونطور که ما در برنامه‌های گذشته‌ای که داشتیم راجع به فلسفه کنش‌ها و واکنش‌های سلبریتی‌ها نسبت به مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی صحبت کردیم، امشب هم فکر می‌کنم لازم باشه در راستای ادامه اون برنامه‌ها باهاتون نکاتی رو مطرح بکنم، البته از نظرات شما عزیزان هم بهره‌مند بشم. خانم سما باران درود بر شما، آقای امیر فلاح نازنین سپاسگزارم از حضور شما و سایر عزیزانی که به جمع ما اضافه شدن. خب همونطور که اطلاع دارین در شب‌های گذشته راجع به تأثیر و تأثیرات سلبریتی ها، هم تأثیراتی که ممکنه روی وقایع اجتماعی بگذارن، هم تأثیراتی که از این اتفاقات میگیرن، اینها معمولا در فضای رسانه‌ای و به ویژه امروزه که شبکه‌های اینترنتی، شبکه به قول معروف اون شبکه‌های اجتماعی که داره در بستر اینترنت فعالیت می‌کنن، یه مقدار مسئله رو پیچیده‌تر کرده. شاید سابق بر این عمده سلبریتی‌ها فقط به واسطه مصاحبه‌هایی که باهاشون صورت می‌گرفت و اگر فردی به سراغشون می‌رفت، خبرنگاری به سراغشون می‌رفت، نسبت به مسائل گوناگون اظهار نظری می‌داشتن، یا حالا افرادی که کمی عمیق‌تر به مسائل سیاسی اجتماعی نظر داشتن در قالب آثاری که تولید می‌کردن سعی می‌کردن دغدغه‌های خودشون رو هم مطرح بکنن. اما رفته رفته با شکل‌گیری به هر حال بستر اینترنت، فضای مجازی، شبکه‌های تعاملی که به هر حال شکل گرفته بود، اپلیکیشن‌هایی که شما می‌تونستید خیلی راحت روی موبایل‌های خودتون نصب بکنید و به جهان آزاد متصل بشین، با مردم از سراسر دنیا تعامل داشته باشین، باشون ارتباط بگیرید، و به هر حال این مسیر این کمک رو می‌کرد که دیگه انحصار بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگارها شکسته بشه و دیگه هنرمندها به صورت مستقل و روزآمدی بتونن با مخاطبین خودشون ارتباط برقرار بکنن. خب اما بعد به ویژه بعد از اینکه اینستاگرام در ایران به یک بلوغی رسید، و چون میدونید به هر حال اینستاگرام جزو اپلیکیشن های ارتباطی بود که در زمان حیات فیسبوک شکل گرفت، در ابتدا کارکرد اینستاگرام محدود میشد به انتشار عکسایی که مردم در سراسر دنیا از اتفاقات روزمرهشون میگرفتن. اما ایرانی ها بعد از اینکه فیسبوک عملا در ایران فیلتر شد و مسیر تعامل دو سویه مردم با همدیگر رو بست، سعی میکردن که وقتی که عکسی رو منتشر میکنن، یا حالا بعدتر که این امکان رو پیدا میکردن کلیپ های یک دقیقه ای رو منتشر بکنن، کپشن هایی رو هم در ذیل اون عکس ها یا تصاویر بنویسن و نگاه خودشون رو نسبت به مسائل مختلف به این بهانه بیان بکنن. و امروز روز میبینیم که عملا بسیاری از دغدغه‌مندان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همینطور هنرمندان راجع به نقد ها و نظرهایی که راجع به مسائل مختلف اجتماعی دارن رو در قالب همین کپشن ها در فضای اینستاگرام منتشر میکنن، اتفاقی که شاید کمتر در بین جوامع مختلف، به ویژه جوامعی که در جهان آزاد و به هر حال در شرایطی دارن زندگی میکنن که از فیلترینگ کمتری برخوردار هستن، شاید کمتر اتفاق بیفته. اونها محدود میشه فعالیتشون در اینستاگرام به انتشار مثلا تصاویر، فیلم ها یا عکس هایی، و سعی میکنن مسیر تعاملیشون رو در فضاهای دیگری مثل فیسبوک یا لینکدین یا سایر اپلیکیشن ها دنبال بکنن. اما برگردیم به بحث اصلی. بحث اصلیمون این هستش که خب حال سلبریتی های ایرانی که رفته رفته از سال 92 به بعد این احساس رو کردن که میتونن به صورت مستقلی با مخاطبین خودشون در ارتباط باشن، چه در اصل میشه گفت سیکلی رو طی کردن تا به امروز برسن و امروز در چه جایگاهی ایستادن و چه کار میکنن. من یادم میاد شاید یکی از اولین پست های سیاسی که از یک سلبریتی یا یک هنرمند در فضای
شبکه های اجتماعی دیده، مربوط میشد به خانم پاوه نژاد در فضای فیسبوک، زمانی که ایشون سعی میکردن، یعنی شاید دو سه روز مونده بود به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و خانم پاوه نژاد و گروه دیگری از هنرمندان به عنوان افرادی که به هر حال دغدغه‌مند بودن و احساس میکردن شاید یک تغییر بزرگ از دل انتخابات ریاست جمهوری اون سال رقم بخوره، مردم رو تشویق کردن به حضور در انتخابات 92 و حالا عمدتاً هم آقای حسن روحانی رو به هر حال به عنوان فرد شایسته عنوان میکردن و مردم هم در نهایتاً به این خیلی مبلغین هنری و فرهنگی کشورمون پیوستن و در انتخابات سال 92 حضور پیدا کردن، رأی دادن و نتیجه هم که قطعا مشهود هست براتون که آقای روحانی رأی آورد. این اتفاق در سال 96 در اینستاگرام و همینطور تلگرام به شکل میشه گفت کاملتری رخ داد. کانال ها و گروه هایی که در تلگرام تأسیس شده بود و البته سیاسیون مختلف و طرفدارانشون همه داشتن فعالیت میکردن، تبلیغ میکردن دیدگاه های کاندیدای مورد نظرشون رو، از طرفی به هر حال فضای اینستاگرام رو هم باید در نظر بگیریم که هنرمندان به ویژه سلبریتی هایی که نزدیک بود مواضعشون به مواضع اصلاح طلبی و حالا خود آقای روحانی که کاندیدای مجدد ریاست جمهوری بودن و نهایتا اون تبلیغ ها هم سبب ساز انتخاب مجدد ایشون به عنوان رئیس جمهور شد. اما دیگه از سال 96 به بعد نگرانی ها گسترش پیدا کرد و اینکه میزان تاثیر سلبریتی ها روی وقایع سیاسی اجتماعی میتونه تا چه اندازه پررنگ بشه محل توجه و بررسی بسیاری از کارشناس های رسانه‌ای حاکمیتی در اصل قرار گرفت. مجموعه فرایندی طی شد تا جایگاه سلبریتی ها متزلزل بشه و از برایند این تزلزل اعتماد مردم، اعتماد مخاطبین در فضای سایبر هم به این افراد کم بشه. در این راستا میتونم بگم که نهادهای حاکمیتی خیلی خوب عمل کردن. دلیلش هم این بود که بسیاری از سلبریتی ها دقیقا در همون مسیری گام برمیداشتن که اتاقهای فکر عملا تشخیص داده بودن و راجبش برنامه ریزی هم کرده بودن. یعنی ما با هنرمندانی مواجه بودیم، با سلبریتی هایی مواجه بودیم که در زندگی شخصی و خصوصیشون به یه شکل دیگری زندگی میکردن، سبک زندگی متفاوتی داشتن، ولی زمانی که دوربین روشون قرار میگرفت و برحال دکمه پلی رو فشار میدادن، اینها تبدیل می شدن به انسان هایی که متفاوت بودن از آنچه که در واقعیت و در حقیقت وجودیشون بود و این تضاد و تعارض هویتی که ما در زندگی خصوصی اینها و زندگی اجتماعیشون، زندگی که به هر حال در سطح جامعه داشتن می دیدیم، باعث شد که رفته رفته این اعتماده کم بشه. حالا چی باعث شد، چه محتوایی، چه رسانه‌ای و چه تفکرات و اندیشه هایی باعث شد که مردم متوجه این تضاد و تعارض بشن؟ در وهله اول خود سلبریتی ها، یعنی سلبریتی ها آتوهایی رو دادن به افرادی که عمدتاً بیرون از ایران زندگی میکردن و البته لینک هایی رو هم با داخل داشتن، تا این حد که مثلا تماس خصوصی یک فوتبالیست با دوست دخترش یا با همسرش به اینا میرسید وایسش و اینا شروع میکردن به پخش کردن فیلم دوربین مدار بسته نمیدونم خونه فلان نماینده مجلس در اختیار این فرد قرار میگرفت، عکس خصوصی همسر فلان مقام مسئول مملکتی در اختیار اون آدمی که خارج از ایران نشسته بود و داشت برنامه تولید میکرد در جهت تخریب هنرمندان قرار میگرفت. خب این اتفاق باعث شد که یک سری هنرمندانی که واقعا دغدغه مند بودن، به نوعی میشه گفتش که زمانی که یک سیلی از اتفاقات و اتهامات نسبت به یک قشری صورت میگیره، تر و خشک رو با هم میسوزونه دیگه. حالا شما تصور بکنید این سیل توفنده که آمده بود و علیه سلبریتی ها داشت تولید محتوا میکرد، سلبریتی های دغدغه مند، سلبریتی های پولکی، سلبریتی های علکی، همه اینا رو با همدیگه دربر میگرفت، میشست و با خودش میبرد. یعنی عملا ما رسیده بودیم به این جایگاه که نمیدونستیم فرق بین بهنوش بختیاری
با مثلا خانم کتایون ریاهی چیه، میگفتیم که آقا اینا همشون سلبریتی هن، سلبریتی هم همشون اینن و اونن، پس همه اینها رو در یک کتگوری قرار میدادیم و این بیاعتمادیه عملا میشه گفتش که موردی نبود، این بیاعتمادی به یک قشر اتفاق افتاده و اصولا هم چنین پدیده ای رو میخواستن، یعنی شاید اتاقهای فکر به دنبال این بودن که بیاعتمادی رو نسبت به همه سلبریتی ها فارغ از دیدگاه و اندیشه هاشون داشته باشن. خب بماند که هر اتفاقی که میافتاد، که حالا بعضا ممکن بود اتفاق بسیار ناگواری باشه، مثل موشک زدن به هواپیمای اوکراینی یا اتفاقات دیگری که در زمانهای مختلف رخ میداد، باعث میشد که این سلبریتی ها برخیشون که میگن واقعا دغدغه من بودن، خب همراه مردم میشدن و دیگران هم به تبعیت از اون سلبریتی های دغدغه من وقتی میدیدن اونها اومدن موزه گیری کردن، فکر میکردن که خب حالا اگر اینها وارد موزه گیری بشن میتونن جایگاه خودشون رو بین مردم تقویت بکنن، ضمن اینکه به هر حال باید بپذیریم که اصولا سلبریتی ها تحلیل مدار عمل نمی کنن، یعنی شاید به خاطر اصولا نوع فعالیت و ویژگی های شخصیتیشون باشه که سلبریتی ها عمدتا اول عمل میکنن و بعد فکر میکنن که کاری که کردن درست بوده یا نه. به همین دلیلی که ما وقتی که یک پدیده ای رو باهاش مواجه میشیم، وقتی واکنش های سلبریتی ها رو به نسبت به یک پدیده میبینیم، در کوتاه مدت یا میان مدت با عذرخواهی ها، با تغییر موضع دادن های اینها مواجه میشیم. برای نمونه مثلا آقای امیر مهدی ژولی امروز اومد گفتش که من دیگه با تلویزیون فعالیت نمی کنم. یک سال بعد که آب از آسیاب افتاد، ما دیدیم که ایشون در برنامه و در شبکه‌ای نیست که حضور نداشته باشه. خانم نیوشا زیغمی گفتش که من دیگه تا ابد با تلویزیون ایران همکاری نمی کنم. همین 6 ماه پیش سریالش داشت از تلویزیون پخش میشد. پس این پدیده باعث میشه که اصولا این تغییر موضع دادن ها، این تعارض هایی که بین زندگی شخصی و زندگی اجتماعیشون وجود داره و مخاطبینی که به هر حال حالا یا طرفدارشون هستند یا کنجکاون که زندگی هنرمندان و شخصیت های مشهور رو دنبال بکنن، طبیعتا خیلی زود این تفاوت ها و تعارض ها رو پیدا میکنن و این مسئله میتونه براشون خیلی گرون تموم بشه و همینطور مخاطبین رو هم نسبت به شخصیت این افراد بدبین بکنه. اما نکته که وجود داره این هستش که در اتفاقاتی که اخیراً رخ داد، ما با یک ملغمه ای از واکنش ها مواجه شدیم. بسیاری از این واکنش ها کاملا آگاهانه و هوشیارانه بود و حدود این اعتراض و نقد هم مشخص بود از سمت سلبریتی ها. به هر حال بعد بپذیریم که خیلی از این سلبریتی ها افراد باهوشی هستند و طبیعتا نمیخوان موقعیت خودشون رو در ساختار فرهنگی و رسانه‌ای داخل کشور از دست بدن به صورت مطلق و طبیعتا در چنین شرایطی هم سعی میکنن اعتراضشون رو بیان بکنن و در کنار بیان اعتراضشون یه شکل این اتفاق صورت میگیره که پلهای پشت سرشون رو هم برای ادامه فعالیت خراب نکرده باشن. اما گروه دیگری هستن که اینها جایگاه و پایگاه خودشون رو در خارج از کشور تثبیت کردن و حالا که جایگاهشون تثبیت شده، شروع میکنن به موضع‌گیری کردن، اعتراض کردن، به قول معروف حتی جاهای وارد یک فازهای دیگری میشن که به تعبیر خودشون انگار عبور از خطوط قرمزشون هست و میرسن به یک جایگاهی که دیگه عملا مسیر بازگشت، حداقل بازگشت به فضای رسانه داخل کشور رو از دست میدن. این افراد عمدتا افرادی هستن که باز به دو قسمت تقسیم میشن. یه نمونهش مثلا خانم پرستو صالحی رو ما داریم. خانم پرستو صالحی یک انسانیست که در ایران هم که بود به هر حال فرد دغدغه‌مندی بود، اعتراضات خودش رو می کرد، از یک صراحت لهجه برخوردار بود، هزینه هایی رو هم داده بود. به هر حال ایشون مدت ها بود که فعالیت خیلی حرفه‌ای در عالم بازیگری نداشتن و شاید یکی از مهمترین دلایلش هم این بود که مواضع ایشون باعث شده بود که در سالهایی ممنوع فعالیت بشن یا کارگردان ها بترسن از این که بخوان با چنین بازیگری با این موازه کار بکنن.
خب خانم هایی مثل، یعنی هنرمندانی مثل خانم پرستو صالحی، فارغ از اینکه ایشون اندیشش یا ایدئولوژی که ازش پیروی میکنه مورد قبول من یا شمای نوعی باشه یا نباشه، اینها افراد دغدغه‌مندی هستن که مبتنی بر احساساتشون در اون زمان به خصوص موضع‌گیری میکنن. افراد دیگری هستن که اینها اصولا انسان‌های دغدغه‌مدار و دغدغه‌مندی نبوده، نیستن و نخواهند بود. این افرادی هستن که موقعیت رو میسنجن، جایگاه خودشون رو میبینن. اگر فرض مثال در خارج از کشور به سر میبرن و حالا در خارج از کشور به یک ثباتی رسیدن، جایگاهشون تثبیت شده، زندگی تشکیل دادن، شغلشون مشخصه، حرفشون معلومه، درآمد مشخصی دارن و با توجه به شرایطی که داخل ایران هست احساس میکنن که به این زودی ها قرار نیست به ایران سفر بکنن، یا اگر سفر هم بکنن ممکنه فضای کار براشون مهیا نباشه، اینها میان به یه شکل دیگه‌ای وارد فضای اعتراض میشن که عمدتاً باید از این افراد ترسید، چون این افراد در زمانهای متفاوت در قالب‌های مختلفی تغییر رویه میدن، تغییر رنگ میدن، تغییر ایدئولوژی میدن، حتی ادبیاتشون ممکنه تغییر بکنه، که خب دیشب راجبش صحبت کردیم. به اعتقاد من آقای احسان کرمی فارغ از این که مجری توانمندی هست، فرد مستعدی هست در فضای رسانه‌ای، خب ایشون به اعتقاد من توی این کاتگوری و توی این چارچوب قرار میگیره. عده دیگری هم هستن که اینها به هر حال از یک منزلت بالاتر و بالاتری در عالم هنر و فرهنگ ایران برخوردارن، محبوبیت بیشتری دارن، به هر حال سابقه زیادی در فعالیت‌های رسانه‌ای داخل کشور داشتن، مثل آقای مهران مدیری، یا اگر بخوایم به حوزه موسیقی رجوع بکنیم مثلا همایون شجریان یا خود مرحوم شجریان که به هر حال مواضعشون رو معمولا در مصاحبه‌های خارج از کشور بیان می‌کردن و حالا رفت آمد هم داشتن و خیلی هم کسی باهاشون کاری نداشت. خب اینا به دلیل اون منزلت و جایگاهی که دارن شرایطشون متفاوته. این افراد معمولا از یک هوش هیجانی بالاتری هم نسبت به عموم مردم و سایر هنرمندان برخوردارن، یعنی در یک مقطعی میان یک راهی رو باز میکنن و اون راهی که باز شده نیمه کاره رها میشه و به مرور زمان سعی میکنن خودشون رو به یک شکلی مجددا ارائه بکنن که اصلا مخاطب فراموش بکنه که این فرد در گذشته، در 6 ماه پیش، 1 سال پیش، 5 سال پیش چی گفته بود و الان اگر مثلا در یک برنامه تلویزیونی حضور داره مثلا در مسیر درستی قرار داره یا نه. ببینید آقای مهران مدیری در همون یکی دو روز اولی که خانم مهسا امینی متاسفانه به اون شکل درگذشت، اومد موضع‌گیری کرد، گفت نمیخوام فیلم هم پخشه، نمیخوام برنامه هایی که با اجرای من بوده از تلویزیون ایران پخشه و مسائلی از این دست. خب بعد هم ظاهرا همه متوجه شدیم که ایشون این موضع‌گیری رو خارج از ایران داشت. بعد از اینکه به ایران برگشتن گذرنامه آقای مدیری اخذ شد، ضبط شد و احتمالش هم هستش که برای پاره ای از توضیحات ایشون رو خواسته باشه. و امشب در این دقایقی که من باهاتون صحبت میکنم آقای مهران مدیری اون پست اعتراضی خودش رو حذف کرده و البته این مسئله حذف پست های اعتراضی محدود به آقای مدیری نمیشه، دیگرانی هم هستن که استوری های خودشون یا پست های خودشون رو بعضن حذف کردن. ایرادی هم نداره که حذف بکنن یا نه، ولی سوالی که اینجا مطرحه اینه که خب اگر شما میدونید که تحت فشار قرار دارید و یا احتمال داره در آینده به واسطه موضع‌گیریتون تحت فشار قرار بگیرید، پس چرا چیزی رو میذارین که فرداش بخواید حذفش بکنید، 2 روز دیگه بخواید حذفش بکنید؟ اگر هم هزینه هاش رو میپذیرید دیگه حذف کردنش چیه؟ برای نمونه مثلا آقای حمید فرخ‌نژاد اومدن در قالب یک توییتی یا یک مثلا استوری عنوان کردن که نهادهای امنیتی بنده رو 10 ساعت مورد بازجویی قرار دادن، 2 بار بنده رو بازداشت کردن، چیکار کردن و مسئله اینه تا من رو متقاعد بکنن که اشتباه کردم.
خب آقای فرخ نژاد نازنین، مگه شما کرامت دانشیان بودی که بخوان 10 ساعت ازت بازجویی بکنن؟ اصلا شما تو چه تشکیلات خاصی هستی، در دستبندی خاصی حضور داشتی فعالیت میکردی که یکی بخواد بشینه وقت بذاره 10 ساعت از شما بازجویی بگیره؟ اصلا اگه شما بخوای 0 تا 100 زندگیت رو برای یه آدم تعریف بکنی، 2 ساعت بیشتر طول میکشه که حالا یکی بخواد 10 ساعت بیاد هم وقت خودش رو بگذاره هم وقت شما رو بگیری که باید مثلا ازت بازجویی کنه و شما در آخر هم متقاعد نشی و بیای بیرون بگی که مردم من با شما من متقاعد نشده. نکنید این کارا رو. یعنی به نظر من مردم بسیار هوشمند هستند و به این راحتی هر حرفی رو باور نمی کنن. این که شما بیای نکته ای رو بگی و فکر کنی مردم متوجه خیلی از مسائل نمیشن، خب این خیلی درسته. سازه اونم در شرایطی که ما نمیدیم شما الان پیش فرزندانتون در ایالات متحده هستین یا در تهران دارین این حرفا رو میزنین. خب اینم یه نکته. پس ببینید ما با چنین پدیده هایی در فضای جامعه سلبریتی ها مواجه هستیم. وقتی من 1 هفته پیش 2 هفته پیش میومدم لایف هایی رو در ارتباط با این عزیزان منتشر میکردم، تولید میکردم، خیلی از عزیزان، خیلی از شماها مخاطبی میومدید میگفتید که آقا شما چه با سلبریتی ها چه مشکلی داری؟ شما چرا الان اومدی همبستگی و اتحاد رو به هم بزنی؟ من به شما میگفتم که آقا همبستگی و اتحاد که روی آب شکل نمیگیره، شما روی هوا که نمیتونی اتحاد ایجاد بکنی، روی توی خلاء که نمیتونی اتحاد ایجاد بکنی. این اتحاد باید یک بنیانی داشته باشه. بنیان این اتحاد اگر سلبریتی ها یا حداقل بخشی از سلبریتی ها هستن، این محکوم به فنا و شکسته. و من اون زمان هم گفتم و دوستانی که حالا لایف های من رو رصد کردن تا به امروز قطعا این رو تایید میکنن که من اون زمان گفتم شما اول اطرافتون رو بشناسید، سلبریتیاتون، هنرمندانتون، دغدغه‌مندانتون، همه اینها رو بشناسید و بعد متناسب با شناختی که دارین تصمیم بگیرین که چه مسیری رو میخواید طی بکنید. پس بنابراین این نکته خیلی مهمه و ما امروز میبینیم همین سلبریتی‌ها دونه دونه دارن از گردونه بر حال اون دغدغه‌مندی که شاید خیلی از مردم در ابتدا تصور میکردن که اینها ازش برخوردار هستن خارج میشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها زندگی دارن، اینها یک سبکی از زندگی رو سالیان سال دارن دنبال میکنن و بازگشت از اون سبک براشون تقریبا غیر ممکنه. یعنی فکر کنید شما یک سلبریتی که از یک جایگاه ویژه، از محبوبیت و شهرت بین مردم برخوردار بوده، پولهای کلونی گرفته، اومده در تبلیغات تلویزیونی حضور داشته، در برنامه‌های تلویزیونی فعالیت می‌کرده، درآمد خیلی بالایی کسب می‌کرده و حالا بخواد بیاد سبک زندگیش رو عوض بکنه به خاطر اینکه اون کارگری که مثلا تو جنوب شهره یا تو جنوب کشوره یا توی زابل و سیستان و بلوچستان و این ور اون ور داره زندگی می‌کنه، مثلا لوله آبش یا شیر آب خونش وصل شه، یا به جای اینکه آب گلالود مثلا از شیر خونه بیاد آب کور بیاد، قطعا این کارو نمیکنه به خاطر اینکه اون سبک زندگی رو 20 سال داره تمرین میکنه، 20 سال عادت کرده بهش و قرار بر این نیستش که اون سبک بخواد خلل و اختلالی درش به وجود بیاد. بنابراین تا یک جایی که احساس میکنه براش کم ضرر هست ممکنه بیاد همراهی بکنه، ولی از یک مرحله به بعد مطمئن باشید که پشتتون رو خالی میکنه، میری میگه اصلا من نبودم. اما حکایت مرد هزار چهره میشه، میگه اصلا من اشتباهی هم، اصلا شما رو دیوار بد کسی یادگاری نوشتید. پس این پدیده ها رو شما باید در فضای اجتماعی ایران بشناسید و متناسب با این شناختتون سعی بکنید که حالا افرادی که بنا هست بهشون اعتماد بکنید، از شخصیت هایی که مورد قبول و وثوقتون قرار هست قرار دارند رو انتخاب بکنید. خب من یکم زیاد صحبت کردم، سری بزنم به کامنت دوستان. اجازه بدید از بالا شروع بکنم که حالا دوستان منتقد نشن به ما. که خب وحید گفته که سلام عرض ادب، سلام بر شما. آقای مجید گفتن که سلام پور جان، سلام و درود بر شما. وحید گفته اگر امکان داره درباره این که علی آقای کریمی اگر بخواد بیاد ایران چه اتفاقی میفته. ببینید این که چه اتفاقی میفته که من نمیدونم، ولی شرط علی کریمی الان با تعداد دیگری از سلبریتی هایی که در ایران هستن یا حالا به تعبیری
مدتی رو خارج از ایران بودن و برگشتن فرق میکنه، چون برای علی کریمی حکم قضایی صادر شده و در اصل کیفرخواستی صادر شده که توسط مدعی العموم یا دادستان این مسئله صادر شده و به همین اعتبار قطعا باید یک فرایند قضایی رو طی بکنه و احتمال اینکه در ایران مشکلاتی متوجه علی کریمی بشه اگر در صورت بازگشتشون حتما هست. یعنی شک نکنید که بازگشت کریمی محدود به اخذ پاسپورت یا ضبط پاسپورتش نیست، گرچه من فکر میکنم اون فرایندی که نهایتا طی خواهد شد یک تعهدی هست و شاید خیلی در نتیجه علی کریمی رو آزار ندن یا بهش آسیب نرسونن، ولی فکرم نمی کنم به سبک و سیاقی که مثلا همایون شجریان یا مهران مدیری رو باش رفتار کردن با آقای کریمی برخورد بخواد صورت بگیره. و آقای وحید که گفتم نکته، تو آقای قریشیان گفتن همین چند وقت پیش لایف هاتون رو از کره جنوبی تماشا میکردم، چقدر عالی، پس از کره جنوبی هم من مخاطب دارم. و امروز از امریکا، تو این چند وقت که اومدم اینجا این چیزی که سالها در مورد امریکا با ما میگفتن رو ندیدم. خب آقای مقدم گفتن که سلام وقت بخیر، آقای نیما فرهادی سلام درود بر شما. آقای نیما گفتن که من سالهاست برنامه های شما رو در یوتیوب دنبال میکنم، باعث افتخار هست، مصاحبه هاتون با آقای جمال وفایی بی نظیر بود، دست مریضه، سپاسگزارم از اینکه پیگیر برنامه های من هستین. امین یاد گفته درود بر شما. خانم مهناز کویی سلام، شب شما هم به خیر باشه. نیما گفته حمید فرخ نژاد رفیق شفیق محمد امامی است، که بالا به هر حال آقای امامی هم که تکلیفشون روشن شده مثل اینکه. خب ببینم که خانم سما باران نازنین چی گفتن. با احترام خانم صالحی، به نظرم مثل مسئله مناسبی نیست، چون یه به شدت تابع جو و احساس هستن، کما اینکه میخواست با خانم قریشی در کلیپ تتلو بازی بکن. ببینید خانم سمای نازنین، این همین اتفاقا نکته همینه، میگم فردی است که دغدغه های اجتماعی داره اما متمرکز بر احساساتش رفتار میکنه. یعنی ما نمیتونیم، چون خانم صالحی رو ما در زمانی که ایران هم زندگی میکردن دیدیم، ایشون در ایران هم به هر حال دغدغه های سیاسی اجتماعیشون رو مطرح میکردن. من از این حیث این نکته رو گفتم که من عرض کردم منظورم این نیستش که خانم صالحی الزامن اندیشه درستی رو داره پیروی میکنه، منظورم این هست که دغدغه هاش رو با صراحت بیان میکنه. اون دغدغه ها ممکن از نگاه من و شما دغدغه های درستی هم نباشه یا به شکل درستی بیان نشه. در ارتباط با حضور ایشون در کلیپ امیر تتلو هم باید این نکته رو عرض بکنم، من این مسئله رو نمیدونستم، ولی اگر هم بوده قاعدتا صرفا هدف تأمین به حال معیشت بوده در خارج از کشور و فکر نمیکنم خیلی دلیل دیگری برای حضور در این کلیپ داشته باشه. خانم سما باران گفتن که اجازه بدید یکم، مثل اینکه کامنت ها داره زیاد میشه، بذارید من حالا بخونم ببینم که دوستان به چه نکته اشاره کردن. خانم سالی من متاسفانه مسیجتون ریترکتد شده، نمیتونم بخونم. در ضمن در زمانی که بنده 17 ساله بودم، یعنی 13 سال پیش، از بنده 3 روز کامل بازجویی شد. شما احتمالاً تجربه بازجویی از طرف نهادها رو ندارید. ببینید خانم سماوار، حالا من نمیدونم شما به چه دلیلی این اتفاق براتون رخ داده بود، ولی به هر حال این نکته رو هم در نظر داشته باشید. احتمالاً مبحثی که شما دارین بهش اشاره میکنید برمیگرده به سال 88 اگر اشتباه نکنم، و شاید مثلا حضورتون در یکی از این تظاهرات هایی که اون زمان برگزار شده. شرایط اون دوره خیلی متفاوت بود با اون چیزی که ما الان داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. بحران بسیار عمیق‌تری شده بود، حضور گسترده تری از مردم رو در خیابان ها میدیدیم. البته به لحاظ شاید هدف هایی که جمعیت امروز یا جمعیت اون سالها داشتن برای حضور و ظهور اعتراضات خودشون بسیار متفاوت بود و به هر حال
مسائل خیلی پیچیده شده بود، همه چی به هم گره خورده بود و معمولا هر شخصی رو که در یکی از این تظاهرات دستگیر میکردن یا میگرفتن ممکن بود که تو اندازه‌ای بهش مشکوک باشن، مردد باشن، اینکه از جایی مثلا داره کیو میگیره یا خیر. البته مورد تایید بنده که نیست، من این مسئله رو که تایید نمی‌کنم، ولی میخوام اون نگاه امنیتی که در اون زمان حاکم بود بر فضای ایران رو راجبش صحبت بکنم. آقای فرخ نژاد که میگن من رو بردن و خوردن و آوردن، خب ایشون پس بنابراین اگه چنین اتفاقی افتاده در چه صورتی ایشون رو رها کردن؟ یا ایشون باید اونجا گفته باشه که آقا من متقاعد شدم، من الان توجیه شدم که شما درست میگین، یا اینکه چی، یا اینکه باید به شکل دیگری مسئله مطرح شده باشه. ایشون یک تعهدی داده اومده بیرون بعد میگه که مردم من با شما هستن. من در سلبریتی‌ها و هنرمندان امروزی چنین شجاعتی رو نمیبینم، اگه بخوام خیلی رک بهتون بگم، که ایشون بره در یک نهاد امنیتی مثلا یک تعهدی رو بده بعد بیاد بیرون بگه آقا اینا خواستن منو به زور متقاعد کنن، ولی مثلا من متقاعد نشدم، من همچنان همراه شما هستم. من هنرمندی رو در شرایط فعلی در چنین جایگاهی نمیبینم. این نظر من. البته خب در آقای کیان لطف در مورد آقای کیانیان لطفا بفرمایید. من آقای بی نازنین یا خانم بی نمیدونم، در ارتباط با آقای کیانیان بعد این نکته رو بگم که به هر حال رضا کیانیان یک فردی است که خیلی شست رفته و محافظه کارانه دغدغه ها و انتقاد ها و اعتراض های خودش رو بیان میکنه. ویژگی های شخصیتی آقای کیانیان رو باید به گونه دیگری تحلیل کرد. رضا کیانیان فردی بوده که پدر شاید بشه گفتش که بزن بهادری داشته، پدرشون جزء لات های اون زمان مشهد بوده، خودش جزء افرادی بوده که بخشی از نوجوانی خودش رو در حوزه علمیه سپری کرده، حالا حوزه هایی که در خراسان بوده، تحت تعلیم اندیشمندان دینی قرار داشته و به گفته خود آقای کیانیان زمانی که باید تصمیم میگرفته که لباس روحانیت رو به تن بکنه و به عنوان یک روحانی در اصل پشت تریبون و پشت در روی منبر قرار بگیره و با مردم صحبت بکنه یا در صحنه تئاتر بخواد خوش بدرخشه، آقای رضا کیانیان دومی رو انتخاب میکنه. یعنی میگه که آقا من ترجیح میدم که موسیقی گوش کنم، ترجیح میدم سینما برم، ترجیح میدم تئاتر کار کنم تا اینکه بخوام لباس روحانیت بتن کنم و خودم رو از بسیاری از این هنرها محروم کنم و محدود بکنم به مبانی که بنا هستش که در مدرسه، مسجد و یا اتفاقاتی از این دست راجبش صحبت بشه. خود آقای کیانیان جزو افرادی است که در آستانه انقلاب یا بهتر بگم از همون دوران پیش از انقلاب ایشون به شدت فرد انقلابی بوده، در خیلی از مباحث شرکت می‌کرده. جالبه بهتون بگم که در آستانه انقلاب ایشون به منزل آیت الله بهشتی میره. حالا اینکه چه کاره بوده، به چه دلیلی توی اون فضا حضور پیدا کرده، بر من حداقل میتونم بگم که مشخص نیست، روشن نیست، ولی ایشون میگن که من به خانه آقای بهشتی رفتم، بعد دیدم ایشون میوه و شیرینی آورد تعارف کرد، فرش نفیسی زیر پاشه، روی مبل نشسته، و این در حالی بود که ما نسل جوان اون موقع فکر میکردیم که الان اگه خونه یه آخون میری بعد مثلا متکا پشتش گذاشته باشه، یه موکت پنگ کرده باشه، شیرنی و میوه نظر جلومون. و وقتی من انتقادم رو به آقای بهشتی منعکس کردم، یعنی آقای کیانیان این رو میگن، آقای بهشتی گفتش که آقا کی همچین حرف رو زده، مگه یک روحانی با آدم های دیگه فرق میکنه؟ ما کی گفتیم که شما نباید از زندگی لذت ببرید، نباید مثلا لباس خوب بپوشی، خونه خوب داشته باشی، لوازمت مثلا لوازم درست و درمونی باشه؟ ما اینو نگفتیم، ما گفتیم که آقا جون از دارایی خودت انفاق هم بکن، زکات مالت رو هم بده، خمس مالت رو هم بده، ولی اصلا اسلامی همچین آینی نداره که بخواد ساده زیستی افراطی رو به این شکل مرتازگونش تبلیغ بکنه. حالا این مباحثی است که آقای رضا کیانیان در طی مصاحبه‌های متعددی که داشتن
عنوان کردن. از یک دوره به بعد هم ایشون به هر حال درگیر فضای سینما و تلویزیون شد، در محافل روشنفکر نماهایی که اون موقع در بستر پشت صحنه سینما و تلویزیون کنار هم میشستن، گپ و گفتگوهایی داشتن، ایشون هم حضور داشت. یعنی بخشی از شخصیت ایشون متأثر از اون فرهنگ دوره نوجوانی خودش در خانواده و همینطور در اون مدارس دینی هست. بخش دیگریش برمیگرده به دوره میانسالی یا انتهای جوانیشون که در اصل میشه گفتش که آشنا شدن رضا کیانیان با محافل روشنفکری، با یک سری مباحث این چنینی هست. و حالا اون ملغمه ای از همه اینا رو با خودش داره، یعنی رضا کیانیان آخونده در حالی که آخوند نیست، رضا کیانیان روشنفکره در حالی که روشنفکر نیست، سلبریتیه در عین اینکه حالا سلبریت میتونه در اون کاتگوری هم نگنجه، هنرمنده ولی یک جاهایی از او نشانه هایی رویت میشه که شاید ارزش فعالیت های هنریش رو بکاهه. در اصل یک ملغمه است که خیلی راحت نمیشه کیانیان رو مورد قضاوت و تحلیل قرار داد. ولی چیزی که برای رضا کیانیان خیلی مهمه در حداقل در شرایط فعلی این هستش که جایگاه خودش رو حفظ بکنه، از دست نده، و اگر هم بنا باشه اعتراض و انتقاد او به مسیری بره که منجر به ممنوع الفعالیت شدنش یا محروم شدنش از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و هنری باشه، مطمئن باشید که چنین مسیری رو طی نخواهد کرد. مهناز کوهی نازنین گفتن که محمد امامی که محمد امامی یکی از اسپانسرهای در از سریال شهرزاد هستش که داستان پولشویی و اختلاس و مسائلی از این دست مطرح شد، او رو محاکمه کردن و محکوم هم شد. سما باران گفته به جای خانم سالی اگر محمود شهریاری رو میفرمودید به نظرم مثال بهتری بود. نه، من داشتم راجع به سلبریتی هایی که به خارج از کشور رفتن صحبت میکردم. آقای محمود شهریاری که به هر حال داخل ایران هستن همچنان، من مدل واکنش های سلبریتی هایی که در خارج از ایران حضور داشتن رو توی اون مقطع از صحبتام داشتم مورد اشاره قرار میدادم که به خانم صالحی و همینطور آقای احسان کرمی اشاره کردم. بله، آقای شهریاری که به هر حال ایشون هم دغدغه‌های خودش رو داره بیان میکنه، فکر میکنه. البته شهریاری اینطوری نبود، شهریاری از یک دوره به بعد انگار تغییر رویه داد و شاید این تغییر رویه هم محصول ممنوع الفعالیت شدنش در فعالیت‌های رسانه‌ای بود. به نوعی شاید میخواست انتقام خودش رو حداقل از سیستمی که سالها براشون زحمت کشیده بود و حقش رو کف دستش گذاشته بودن، میخواست یه همچین انتقامی رو از اونها بگیره. من این حس رو نسبت به آقای شهریاری دارم. البته واقعا فردی است که با شجاعت و جسارت نظراتش رو بیان میکنه، ضمن این که من میتونم با بخشی از نظراتشون هم همراه نباشم. آقای سام خان گفتن پست هاتون رو دیدم و تاثیرش رو هم گذاشت ولی برداشتنش رو ندیدم، لذا با این موزه آن پست هاشون رو دیدم و تاثیرش رو هم گذاشت ولی برداشتنش رو ندیدم، لذا با این موزه شما موافق نیستم. نظر من هم اهمیتی نداره. نظر شما هم به هر حال به عنوان یک فردی که حق اظهار نظر دارین قطعا باید محترم شمرده بشه. خانم سها باران گفتن سال 79، ببخشید 80، نمیدونم در چه اتفاقی باعث درگیر شدن شما خانم سما شده و اینکه به هر حال شما مورد بازجویی قرار بگیرید. احسان روغنی گفتن که پوریا عاشقتم، لطف دارین. البته عشق ایشون منظورشون با اون عشق کذایی متفاوت. آقای سرپیکای نازنین یه پیامی گذاشتی سرپیکو، نمیدونم، فکر میکنم قابل خوندن نیست. سما باران گفته که میخواستن بدونن که به کدام حزب وابسته هستم صراحتا. خب مگه شما چیکار میکردین که، یعنی در سال 80 مگه اصلا چیکار میکردین که اینا شک بکنن، تردید بکنن نسبت به شما و اینکه بخوان بدونن به کدوم حزب وابسته هستی؟
احلان نصیری گفتم بالاخره امشب به لایو شما رسیدم، خیلی خوشحالم. بزرگوارید، من هم خوشحالم از اینکه شما هستین. آقای نیما فرهادی گفتن که نظر شما درباره داریوش ارجمند چیه؟ من همیشه فکر میکنم ایشان نتونست از نقش مالک اشتر که بازی کرده بود بیاد بیرون و همیشه این حالت خود عاقل پنداری در اصل و خود برتربینی کاراکتر مالک در ایشان بود. البته در کاراکتر مالک اشتر خود برتربینی و به نوعی حالا نکته که شما گفتین وجود نداشت، چون مالک اشتر 0-100 مطیع اوامر امیرالمؤمنین بود. در خود سریال عرض میکنم نکته که وجود داشت در ارتباط و وجود داره در ارتباط با داریوش ارجمند این هستش که داریوش ارجمند یک بازیگر بسیار توانمنده و هیچ احدی فارغ از این که چه اندیشه‌ای داشته باشه یا نداشته باشه نمیتونه به این موضوع صحه نگذاره. داریوش ارجمند به ویژه در دهه 60 و میانه های دهه 70، یعنی همون دورانی که مثلا فیلم ناخدا خورشید رو بازی کرد، یا در سالهای بعدتر که به فیلم‌های آقای مسعود کیمیایی پیوست و کیمیایی همواره راجع به داریوش ارجمند وقتی میخواد صحبت بکنه میگه داریوش ارجمند بازیگری است که بدون دیالوگ هم میتونه ایفای نقش بکنه. یعنی نگاه داریوش ارجمند، واکنش‌های غیر کلامیش، میمیک صورتش میتونه در اصل حس رو به مخاطب خودش القا بکنه. این اتفاقی نیست که از هر بازیگری در حداقل کشور ما سر بزنه. پس بنابراین بیایید بازیگری آقای داریوش ارجمند رو یک جا بگذاریم که در اون شکی نیست، در هنرمندی ایشون و توانمندی ایشون در حوزه بازیگری تردید نکنیم. اما در ارتباط با موزگیری‌های آقای داریوش ارجمند، داریوش ارجمند هم یک فردی است با تفاوت‌ها و شباهت‌هایی به آقای کیانیان. داریوش ارجمند محصول اندیشه‌های علی شریعتیه، یعنی بهتر بهتون بگم مرید علی شریعتیه و خیلی ها معتقدن محصول اندیشه‌های علی شریعتی پیدایش جمهوری اسلامی. یکی از نقد‌هایی که به علی شریعتی میشه این هستش که شما نتیجه تفکرات و اندیشات اتفاقا همین جمهوری اسلامی. هیچ کدام از روحانیون، هیچ کدام از سیاسیون مذهبی شاید نمیخواستن برسن به این ساختاری که امروز بر سر ما داره حکومت میکنه، جز آنچه که علی شریعتی راجبش صحبت میکرد. یعنی قرائتی که او از دین داشت و اون ارتباط و تعاملی که بین برحال چپها و جوانان مذهبی ایجاد کرده بود و از دل اون به قول معروف همدلی به تعبیر شاه مارکسیسم اسلامی رویده بود، که یک شترگاف پلنگیست. این مارکسیسم اسلامی هم واقعا یک معنی خاصی رو داره تداعی میکنه. ما اگر هم نگاه کرده باشید، ما عملا در دهه 60 افرادی که داشتن ایران رو اداره میکردن، یعنی تفکری که برحال آقای میرحسین موسوی داشت یا افراد دیگری که در اون زمان به نوعی داشتن مدیریت اجرایی کشور رو بر عهده گرفته بودن، اینها چپهای مسلمان بودن دیگه. یعنی شما یک کاراکتری میدیدید که چپ، اندیشه های سوسیالیستی داره و از طرف دیگه اسلامی هم هست. منتها شاه به درستی نتونست مصداقی برای آنچه که بیان کرده بود پیدا بکنه. او اومد مارکسیست های اسلامی رو به مجاهدین نسبت داد، در صورتی که مارکسیست های اسلامی در اصل همین حزب جمهوری ها بودن، همین آقای موسوی ها بودن و تفکری که اینها در دهه 60 و در ایام جنگ داشتن پیاده می کردن. و تازه باز خود اون تفکر در سالهای بعد، یعنی در سالهای بعد از جنگ، به این نتیجه رسید که نمیتونه برای طولانی مدت بر مسند قدرت باقی بمونه. به همین دلیل یک روکشی از دیدگاه‌های لیبرالیستی رو هم اومد ملغمه با تفکرات خودش کرد و یه چیز جدید درست کرد که اصلا هیچ مبنا و مفهوم قابل تفسیری رو شاید بشه گفتش که نداره.
و بعد نسل بعدیشون هم امثال احمدی نژاد ها بودن که اونها هم باز نوع دیگری از سوسیالیسم، یعنی شاید بگم ملغمی از سوسیالیسم ناسیونالیسم رو داشتن پیاده میکردن که وارد یک فاز پوپولیستی شده بودن و نتیجه عملکرد اونها رو هم که طبیعتاً همه شما باهاش آگاه و آشنا هستیم. خب این نکاتی بود که حالا به ذهنم میرسید که راجع به آقای ارجمند بگم. در اصل آقای ارجمند از چنین تفکری که خیلی هم مبنای مشخصی نداره داره حمایت میکنه. وقتی که فردی از چنین ایده‌ای حمایت میکنه، شما یک جا در اصل شما نمیتونی در یک چارچوب یا در یک ساختار مشخصی آقای داریوش ارجمند رو مورد تحلیل قرار بدید. از یک طرف مرید شریعتیه، از یک طرف میگه من در جوانی، یعنی در همون دورانی که مرید شریعتی بوده، بیلیارد باز حرفه‌ای بودن و ما میدونیم محیط هایی که درش بیلیارد بازها حضور پیدا میکردن و بازی بیلیارد رو انجام میدادن عمدتا شرط بندی و قمار هم بوده. خب یعنی یک فردی که هم میتونه مذهبی باشه، هم میتونه یک نگاه های چپی هم داشته باشه در زمینه اینکه مذهبی هست، در این حال در فضاهای حضور پیدا میکنه که شاید طبقات سرمایه‌دار بیشتر سعی میکنن که اونجاها باشن و تفریحاتی رو تجربه میکنه که متعلق به اون طبقات هست و یک ملغمه است از تفکرات و مکاتب متفاوتی که میگم خیلی راحت قابل تحلیل نیست. اما همه اینا رو که کنار بگذاریم، داریوش ارجمند یک بازیگر توانمنده. حالا اینا رو گفتم، باز داریوش ارجمند رو میشه در کتگوری نظام کهنه پدر سالاری هم جا داد، یعنی او یک فرد مرد سالار میشه گفت تابع اون دیدگاهی که مثلا در دهه 40 در دهه 30 حاکم بوده بر فضای اجتماعی ایران و این مباحثی که حالا بهش سنجاق شد و من مورد اشاره قرار دادم، همه اینها رو با هم شما ترکیب کنی داریوش ارجمند رو ساختید. بنابراین اگر قابل تحلیل و قابل تفسیر میبینید چنین شخصیتی رو، لطف بکنید و راجبش صحبت بکنید، چون به نظر من ایشون خیلی راحت قابل تحلیل و تفسیر نیست. خانم یا آقای بی گفتن که ارجمند دیگه از نقشش تو ستایش در نیومد. ببینید ارجمند فردی نیستش که نتونه در آثار متفاوت نقش‌های متفاوتی رو بر عهده بگیره. داریوش ارجمند همین الان میتونه نقش یک دکتر رو بازی کنه، میتونه نقش یک لات رو بازی کنه، میتونه نقش یک معتاد رو بازی کنه، میتونه نقش یک دلال رو بازی کنه. بستگی داره که شما از داریوش ارجمند چی میخواید. نه داریوش ارجمند، هر بازیگر توانمندی که داره فعالیت میکنه بستگی به این داره که اون کارگردان چقدر تواناست در این که بازیگر رو به اون نقش برسونه و اینکه اصلا چه نقشی رو از اون بازیگر میخواد. خب بعد از ستایش و موفقیت این سریال، شاید عمده نقش هایی که با آقای داریوش ارجمند پیشنهاد شده شبیه به نقش ستایششون بوده و حالا ایشون میتونسته این نقش ها رو بپذیره، قبول بکنه یا اینکه نه رد بکنه و تمایل آقای ارجمند این بوده که نقش ها رو بپذیره. ولی این به این معنی نیستش که آقای داریوش ارجمند در نقش های دیگری قابلیت بازیگری و ایفای نقش نداره. بی عزیز اگه به من بگه که پسر دختر خانم آغاز اسمی داره به من لطف بکنه اسمشو بگی، ممنون میشم، چون خشات خیلی درست نباشه من بگم خب بی الان اینو گفت، بی الان نمیدونم راجع به فلان نکته صحبت کرد. نیما گفته که نظرتون راجع به حضور احسان کریمی در مناطو را میشه بفرمایید. خب اینو پس بعد شما لایو دیشب رو نیما جان تماشا بکنید، چون برها خیلی مفصل به حضور آقای نیما کریمی توی شبکه من و تو پرداختم و اگر بخوام در یک جمله کوتاه نظرم رو مجدد اعلام بکنم این هستش که ایشون از ابتدا به نظرم بیش از اینکه دغدغه مرگ خانم مهسا امینی رو داشته باشه، دغدغه حضور در شبکه من و تو رو داشتن و خوشحالم از این بابت که به خواستشون رسیدن. پیام ترکان گفتن که برزو هستن، ببخشید آقای برزو نازنین، برزو ارجمند که نیست آقای برزو. پیام ترکان، باور کن وقتی نیم ساعت در داریوش ارجمند باشی به خودت میگی مگه میشه اینقدر
نه شما داریوش ارجمند رو نمیشناسید. آقای داریوش ارجمند انسان ریاکاری نیست. ما وقتی میخوایم یک فردی رو تحلیل بکنیم نمیتونیم هر انگ و هر دشنامی رو نسبت بهشون نثار بکنیم. نه داریوش ارجمند اصلا نه فرد مزوری است نه فرد ریاکاریه. داریوش ارجمند یک اعتقاداتی داره که این اعتقادات ملغمه است از سنت محض، مدرنیته محض، مذهبی بودن تمام عیار و حتی یک جاهایی شاید بشه او رو در یک کاتگوری های روشنفکری هم جا داد. میگم ایشون ملغمه است از مکاتب اندیشه های متفاوت و این تعبیری که شما به کار بردید رو نمیپسندم. خانم مهسا گفتن که راجب جادی هم میشه بگین؟ متوجه نشدم جادی کیه. جادی رو متوجه نشد. نه اصلا متوجه نشد. اگه ممکنه یکم توضیح بدین که منظورتون چه فردیست. من نمیشناسم. من جادی میرمیرانی رو اصلا حقیقتش اولین بار دارم اسمشو میشنوم. متاسفانه من شناختی روی ایشون ندارم. اگر دوستی هست که میخواد توضیح بده. نه من متاسفانه نسبت به ایشون شناختی ندارم که بخوام اظهار نظر بکنم. جالبم هست که اولین بار بود که اسمشون رو شنیده بودم. راجع بهمن فرمان آرا نظرم چیست؟ بهمن فرمان آرا یک انسان خیلی جالبیه. یعنی یک سلبریتی وسط بازیکن حرفه‌ای است. اگه بخوام خیلی رک بگم بهتون. حالا ممکنه آقای بهمن فرمانار طرفدارانی هم داشته باشه و اون باعث بشه که ایشون ناراحت بشن، ولی اجازه بدید که من خیلی صریح راجع به آقای بهمن فرمانار رو صحبت بکنم. آقای فرمانار در دوران قبل از انقلاب همکاری نزدیکی رو با اون بخشی از دربار داشتن که به هر حال مواضع فکری خانم فرای پهلوی رو در حوزه فرهنگ پیش می برد و حتی در ارتباط با ساخت فیلم در امتداد شب که حالا دوستان شاید بدونن که تهیه کننده این فیلم به نوعی خود آقای بهمن فرمان‌آرا بودن و بودجه هم که برای تولید این فیلم داده شده بود با واسطه های از سمت دربار تقبل شده بود، در چنین فضاییشون کار میکرد. ما آقای بهمن فرمان‌آرا حتی زمانی که شازده احتجاب رو ساختن به نوعی به دنبال تحقیر قاجاریه بودن و این در اصل همون سیاستی بود که حکومت پهلوی در سالهای از سال اول پیدایشش تا پایان دوران حیاتش دنبال میکرد. یعنی تقریبا همون رویهی که جمهوری اسلامی نسبت به حکومت پهلوی داره پهلوی ها نسبت به قاجاریه داشتن، به ویژه نسبت به پادشاهان قاجار. و میبینید حتی شخصیت هایی که از قاجاریه میان و در ساختار حکومت پهلوی هم جای میگیرن اینها هم به مرور زمان یا مورد غضب قرار میگیرند، طرد میشن، به زندان میفتن و یا مشکلاتی براشون نهایتا حادث میشه که از اون جمله شاید یکی از معتبرترین شخصیت‌های قاجاری که وارد حکومت پهلوی شد خب آقای دکتر مصدق بود که نتیجه همکاریش با حکومت پهلوی رو هم دیدیم. بهمن فرمان‌آرا در اون زمان میشه گفتش که مبانی فکری و اهداف فرهنگی خانم فرح رو در فضای هنری ایران پیش گرفته بودن. و حالا اگه بخوام یکم ریز و جزئی تر نگاه کنیم به قضیه خود خانم فرح پهلوی و تشکیلاتی که زیر نظر ایشون بودن در دربار با افرادی که تحت نفوذ محمد رضا شاه سعی میکردن فعالیت بکنن در حوزه فرهنگ و هنر اصلا با هم دیگه قرابتی نداشتن. یعنی دربار به لحاظ فرهنگی دو پاره بود، یک قشر که برهم شاید مثلا اسدالله علم سردمدارشون بود مخالف رویکردهای خانم فرای پهلوی نسبت به برخی از مسائل بودن به ویژه در عالم هنر که نمونهش رو اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم که قبلا هم اشاره کردم، مثلا اسدالله علم
قطبی رو که مدیر وقت تلویزیون ملی ایران بود اصلا قبول نداشت و حتی چندین بار که قطبی آمده بود تا ولیعهد رو به تلویزیون ببره تا در تلویزیون مثلا ایشون درام بزنه و این حرفا، اسدالله علم مقاومت کرده بود، با شاه صحبت کرده بود، گفته بود که پسر شما قراره که پادشاه ایران بشه، نه به عنوان یک درامر یا مطرب بره توی تلویزیون ساز بزنه. یه همچین تقابل‌هایی در خود فضای دربار هم وجود داشت. یک سخنرانی از شاه هست که خود فرح هم کنارش نشسته، شاه میگه که آقا این موسیقی، این ترانه ها چه کمکی کرده به منافع ملی ما، چه کمکی کرده به استقلال ما. و حتی ایشون اشاره‌ای که به تصنیف‌های مثلا عصر مشروطه میکنه و یا حتی آنچه که در دوران پدرشون خلق شد، یک دیدگاه انتقادی به اونها داره و میگه اینها به تخدیر کننده است، اینا به نوعی جوانان رو داره به یک سمت و سوهای دیگری میبره. و در ادامه معمولا جزو منتقدین موسیقی پاپیولار اون زمان ایران بود، چرا که شاه میگفت این موسیقی ها همش غم‌آفرین و غمزاز، اندوهناک، جوانا رو واقعا از اون نشاطی که دارن دور میکنه. و حالا جدا از اون محتوا و مزامینی که ترانه ها ازش برخوردار بودن و میتونست تا حدی حتی گوش کنایه هایی هم به سیاست های حاکم بزنه. در چنین شرایطی بهمن فرمانارا نزدیک بود به مغازه فکری خانم فرح پهلوی به لحاظ فرهنگی. بعد هم که انقلاب شد و انقلابی به پیروزی رسید و آقای بهمن فرمانارا جالبه در سالهای بعد از انقلاب هم فعالیتشون کمافی سابق ادامه پیدا کرد و حتی همین چند وقت پیش به میراث فرهنگی رفتن برای ظاهرا کسب اجازه جهت فیلمبرداری از برخی از اماکن تاریخی که مربوط میشد به همین مثلا شاید یکی یه هفته ده روز قبل. و بعد از اینکه عکس ها منتشر شد که مثلا آقای بهمن فرماندارا مثلا کنار وزیر حضور پیدا کرده و اینها، خیلی ها ایشون رو مورد نقد قرار دادن و آقای بهمن فرماندارا مجبور شد که یک ویدیوی پر بکنه مبنی بر اینکه آقا من رفته بودم اجازه بگیرم و من همراه مردمم، من تا به حال از هیچ رانت دولتی در هیچ دوره استفاده نکردم. و این یه دروغ بزرگ بود. در حال آقای بهمن فرماندارا هنرمند برجسته‌ای هستند در تاریخ سینما ایران، ولی این که من از رانتی استفاده نکردم، چه در این دوره چه در اون دوره، ایشون از رانت‌های برخوردار بودن و من فکر می‌کنم که بهتره با مخاطبینشون صادق‌تر باشن. خب ببینم که ببینم سایر دوستان، آهان بله، امین و سایر دوستان میگن که ایشون یکی از فعالینی هستن که بازداشت شدن. متاسفانه من اصلا ایشون رو میگم اسمشون رو هم متاسفانه نشنیده بودم که بخوام توضیحی رو راجبشون داشته باشم. آقای نیما گفتن که توضیح شما درباره آقای ارجمند به ویژه دکتر شریعتی بسیار جالب بود، یقینا شرایط امروز حاصل تفکرات شریعتی است. پیام ترکان. خانم مهسا گفتن که ممنون آقا برزو، بله جادی میرمیرانی. مهسا دوباره اشاره کرده که پس آقای کیان اهل شنیدن پادکست نیستین. آره دروغ جاره، من حقیقتش خیلی وقت شنیدن پادکست رو ندارم، پادکست باز نیستم، اینجوری بگم بهتر. آره جزو رسانه هاییست که کمتر مورد توجه هم قرار گرفته پادکست، و اتفاقا بنا بود که اگر شاید این اتفاقات نمی افتاد، ما از من دعوت شده بود که پادکستی رو هم تولید بکنیم در حوزه تاریخ موسیقی و بخش های مختلف موسیقی که از کافه و کاباره و نمیدونم خواننده و ترانه سرا و تنظیم کننده و آهنگساز بگیرین تا اون بدمن ها و بادیگارد هایی که در کافه ها حضور داشتن و حتی فضا و فضای فرهنگی که کاباره ها و کافه های مختلف نسبت به همدیگه ازش برخوردار بوده. قرار بود همچین پادکستی تولید بشه، ولی متاسفانه با توجه به شرایطی که درش قرار داریم این اتفاق فعلا نیفتاده. ضمن این که این نکته رو هم بگم که بله من متاسفانه خیلی اهل پادکست نیستم.
اکسپلیکاتور گفتن کاملا هم حق داشت، آقای برزو گفتن که این حرکت آقای فرمان آرا که که تا مردم حجمه میبرن به بازرگان، شروع کرد به استوری و هشتگ مهسا امینی، خیلی جالب نبود انگار فقط. دقیقا بله، خب میگم دیگه، ما باید شخصیت ها رو بشناسیم و متناسب با شناختمون عمل بکنیم. جالبه اکثر دوستان هم خانم جادی رو میشناسن، امیدوارم که به هر حال من نه نسبت به تفکراتشون مطلع هستم نه دلیل بازداشتشون و اصولا میگم شناختی از شخصیتشون هم ندارم، ولی من معتقدم که اگر ادعا میشه که با گفتگو کردن و به حق شمردن اعتراض مردم از این امکان برخوردار هستن که در کشور خودشون یا در هر نقطه از دنیا دغدغه هاشون رو بیان بکنن، دیگه بحث بازداشت به نظرم خیلی معنی پیدا نمیکنه. آقای سرپیکو گفته که پوریا این برزو ارجمند هم مثل همون رفیقش اسلام کرمی قشنگ پتانسیل تباهی رو داره. متاسفانه میگم شرایط برای برخی از سلبریتی ها داره به گونه ای رقم میخوره که شاید من هم طرفدار این گونه رقم خوردن سرنوشت این افراد نیستم، چرا که بعضی از واقعا این سلبریتی ها، بعضی از این افرادی که ما ممکنه با شخصیتشون با عملکردشون موافق نباشیم، اینها مملو از استعدادن، سرشار از خلاقیت هستن و حیفه که بخوان حروم بشن و مهر باطل روشون بخوره. محمد امین گفته که اون پادکست شنیدن داشت واقعا، امیدوارم در آینده حتما درستش کنی. انشالله به امید خدا اگه بشه که حتما این اتفاق میفته. اکسپلیکاتور گفته منظورم نظر شاه در مورد موسیقی پاپ آن زمان بود. خب بله، ایشون به لحاظ نگرشی که نسبت به اتفاقات جاری مملکت داشت طبیعی بود که دلش نمیخواست هیچ انتقادی رو بشنوه، ولی موسیقی ایران بر مبنای خاص مخاطبین هم تولید میشد، یعنی این نبود که صرفا موسیقی تأثیر بگذاره بر مخاطبین، موسیقی در این حال که تأثیر گذار بود تأثیر هم میپذیرفت. سما باران گفته آقای جادی، آها من گفتم خانم جادی، آقای جادی بله ببخشید میگم چون اصلا نمیشناسمشون دیگه، آقا خانمشون رو هم نمیدونم. برزو گفته که از مهدی یراهی هم بفرمایید. مهدی یراهی خواننده است دغدغه‌مند که خوشحالم از این که در ایران به سر میبره، ادای آدمهای روشنفکر رو هم در نمیاره، ادای آدمهای مبارز رو در نمیاره، دلش نمیخواد قهرمان مصنوعی یک جو و هیجان کاذب بشه، دغدغه هاش رو بیان میکنه، خیلی هم صریح بیان میکنه، هزینش رو هم میپردازه و خیلی شجاع و جسوره. ضمن همه اینها من خب به هر حال جزء معدود خواننده های بعد از انقلاب هم هستش که من تعدادی از آثارش رو واقعا دوست دارم و طرفدار بعضی از ترانه هاش هستم. برزو گفته با برزوی عزیز رو که جوابشون رو دادم، بله خانم مهسا، آقای جادی گرامی که امیدوارم هر چه سریعترشون شرایطی برایشون فراهم بشه که آزاد بشن. خانم اهلان نصیری گفتن که آقای بهراد که شما همه کامنت ها رو نمیخونین. چرا والا همه کامنت ها رو دارم میخونم، یعنی به ترتیب دارم از اونجایی که میبینم دارم به ترتیب میخونم، اگر نکته گفتین که خونده نشده به من بگید که یا مجددا اشاره بکنید که بخونم. خانم مهسا گفتن که نظر شما در مورد داریوش که میگن کنسرت الان میذاره تا آهنگ های سیاسی بخونه و مردم بیان پول پارو کنه چی هست؟ داریوش اصولا ترانه های سیاسی و اعتراضی که اجرا کرده خیلی بیشتر از ترانه های عاشقانه شه، نه الان، هر زمانی هم که کنسرت بذاره مگه میشه مثلا سال 2000 رو نخونه؟ مگه میشه شقایق رو نخونه؟ مگه میشه گل بارون زده رو نخونه؟ یا خیلی از ترانه های سیاسی دیگهش. خب طبیعی است که داریوش هر زمانی و در هر جغرافیایی که کنسرت بگذاره دغدغه‌هاش رو بیان میکنه، ترانه‌های سیاسی اعتراضیش رو هم خونده، بخشی از این ترانه‌ها مربوط میشه به
شاید زمان حاضر، بخش دیگریش در دوره دیگری در زمان گذشته ساخته شده. من این باور رو الان حداقل در قبال داریوش ندارم، گرچه شاید هم داره از این موقعیتش حسن استفاده رو میکنه. وقتی میبینه فضا یک فضای بحرانی هست، فضای غبارآلودی است، میگه خب الان شرایط برای برگزاری کنسرت های من و بیان دغدغه هم در کنار برگزاری این کنسرت ها فراهمه، پس چه بهتر که توی این فضا بیشتر کنسرت بذارم. چون تا جایی که من میدونم کلن داریوش خیلی اهل برگزاری کنسرت های پشت سر هم و نمیدونم هر روز هر روز نیست. اگر در چنین تاریخی داره چنین کاری رو انجام میده، میتونه یک در از تریبونی باشه برای بیان دغدغه هاش و مسائلی که مد نظرش هست. این سوء استفاده نیست، چون داره اینکه طبیعی است که داریوش در هر زمانی هم کنسرت بگذاره با خیلی عظیم مخاطبانش همراه خواهد شد. اونم که قرار نیستش که بیاد یه پول مفتی رو از مردم بگیره، داره کنسرت میذاره، ترانه میخونه، بابتش هم پول میگیره. شما میتونی بلیت کنسرتش رو هم نخری نری، به زور که نمیتونه مردم رو بیاره پای کنسرتش. و قطعا شما هم به بنده این حق رو میدین که و این نکته رو تایید میکنید که داریوش در هر زمانی، در هر ماهی، در هر روزی کنسرت بگذاره، احتمال سولداد شدن کنسرتاش بسیار بالاست. آقای سرپیکو گفتن که مونا برزوی و مهدی یرایی هر دوشون با شرفند. خانم مونا برزوی هم جز ترانه سراهای نسل دوم بعد از انقلاب هستن. اگر ما نسل اول ترانه سراهای بعد از انقلاب رو به خانم نیلوفر لاریپور، خانم ترانه وای 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 اسمو داری یادم میره، آقای پیام پارسا بودن در نسل اولی که بعد از انقلاب شکل گرفت، آقای بابک صحرایی بودن، خانم ترانه مکرم بودن، اینها نسل اول ترانه سراهای بعد از انقلاب هستن که عملا فعالیتشون از اواخر دهه 70 آغاز شد و در سالهای بعد زهرا عاملی اومد، مونا برزویی اومد و شخصیت‌های دیگری اضافه شدن که تونستن تا به امروز یک توسعه‌ای رو به صنعت ترانه نویسی و به هنر ترانه نویسی در جامعه ایرانی ببخشن. سرپیکو نپولیو جان در هفته قبل از شروع اعتراضات داریوش فراخوان تجمع تو نیویورک رو داد، ابی رو با داریوش قاطی کردن. خب برزو گفته که ولی اگه پول بلیت کنسرت رو به مردم برمیگردون بهتر بود. بله بله آقای برزو، من این رو در یکی دو شب پیش در برنامه که در ارتباط با تحلیل کنسرت داریوش داشتم اشاره کردم که ای کاش داریوش حداقل بخشی از بلیت کنسرت رو به افرادی که خریداری کرده بودند باز میگردون. من نمیدونم چه تایمی از کنسرت ایشون گذشته بود که اعلام کردن در سالن احتمال وقوع بمب‌گذاری هست، ولی حداقل میتونست نیمی از بلیت بهای بلیت کنسرت رو به هزار برگرد. نیما فرهادی گفتن مریم حیدرزاده. بله مریم حیدرزاده هم جزو نسل اولی ها بود. خانم حیدرزاده ضمن اینکه ایشون جزو اون نسلی هم بودن که در دوره در تلویزیون ایران هم حضور پیدا میکردن و حتی در یک گرده همایی که فکر کنم سال 78 رهبری جمهوری اسلامی با تعدادی از شخصیت‌های هنری و فرهنگی جوان و همینطور شخصیت‌های ورزشی برگزار کرده بود، خانم حیدرزاده هم در اون نشست حضور داشت. افشین مرحوم افشین یداللهی هم همینطور. بله ایشون هم جزو ترانه سراهای بسیار خوب ما بودن. کیانوش گفته که آفرین آقا بهراد، درباره داریوش درست گفتی. مهناز کوهی نازنین گفته که لطفا کمی درباره مریم حیدرزاده صحبت کنید. ولی صحبت خیلی خاص و عجیبی که راجع به خانم حیدرزاده نداره. به هر حال ایشون از یک قریحه بسیار بسیار زیبایی برخورداره در حوزه سرودن ترانه و شاید به خاطر نابینا بودنش احساس واژه ها رو خیلی بیشتر جدی میگیره و بر مبنای اون میتونه ترانه های
بسازه، ترانه هایی بنویسه که احساس و مخاطب رو هم بیشتر درگیر میکنه. از این حیث ایشون قابلیت های بسیار خوبی دارن. بعد آقای عماد عزیز گفتن که این چه حرفی که میگن داریوش الان داره میره استفاده میکنه، الان هر شخصی به نوبه خودش داره از این روزا بابت کاری که داره رو بلده به شکلی پول در میره. نه آقای، من نکته رو گفتم دیگه. آقای عماد نازنین، داریوش هم خب کارش اینه، ولی جدای از کارش اگر هم کنسرتی داره برگزار میکنه بابت اون هم داره یک خدماتی رو ارائه میکنه دیگه، پول مفت که نمیبره. خانم سوگل میگن که لطفاً لایک بکنید تا برنامه بتونه بیشتر دیده بشه. راست میگه، اگه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته حتما سعی کنید که برنامه ها رو لایک بکنید و به دوستان دیگرتون هم معرفی بکنید تا بتونن ببینن. از این حیث میشه هم انرژی مثبتی برای من شکل میگیره، همینم هم که با عزیزان بیشتری میتونم آشنا بشم. آقای نیما گفتن که رامین پرچمی الان کجاست؟ یاد اون و بازداشت شدنش در سال 88 افتاد. آقای نیما، خب شاید حتما بدونید که من با آقای رامین پرچمی هم مصاحبه‌ای داشتم 2-3 ماه قبل که خیلی بی‌پرده و صریح راجع به هر اتفاقی که براش رخ داده بود ما صحبت کردیم. مصاحبه الان روی کانال هست و میتونید، فکر می‌کنم در قالب 2 آیتم و 2 قسمت اون رو منتشر کردم، میتونید خیلی راحت مصاحبه رو هم تماشا بکنید. والا خود رامین پرچمی به من گفتش که من اصلا دلیل دستگیریم خیلی عجیب بود، چون من واقعا با هدف خاصی نرفته بودم توی خیابون. من از یک جایی برمیگشتم، منزل ایشون هم در حوالی 12 خیابان 12 فروردین و محدوده انقلاب و دانشگاه بود. میگفت روزی هم بود که شلوغ شده بود، اینا منو که دیدن، یعنی حالا نیروها حالا میشناختن رامین پرچمی رو، میگفت تا منو دیدن اومدن سراغم و دستگیرم کردن. فکر میکردم من جز اون هنرمندایی هم که الان حالا با یک تشکیلاتی دارم کار میکنم یا قراره ماجرایی رو رهبری و هدایت بکنم، و اصلا اشتباهی منو گرفته بودن. حداقل توی اون برهه زمانی من با هدف تظاهرات کردن یا مسائلی از این دست وارد خیابون نشده بودم. من اصلا یک مسیری رو داشتم به سمت خونه میرفتم و اونها منو دستگیر کردن، گرچه که به هر حال دغدغه‌های سیاسی هم داشته، صاحب اندیشه و رأی هم بوده و اون اندیشه و رأی هم موافق جریان فکری حاکمیت نبوده، اما حداقل دلیل بازداشت اولش دلیل موجهی نیست، به خاطر اینکه اصلا ایشون با هدف اعتراض یا هدف حضور در تظاهرات هم در خیابان حاضر نشده بود. بله، خب سالی گفته که خیلی مصاحبه خوبی بود، ممنون. خانم سالی ظاهرا دیدن. عماد عزیز لایک فرستادن، ممنون از شما. برزو گفته که آقای مدیری بدهی رامین پرچمی رو داد. والا تنها سوالی که من از رامین پرچمی نپرسیدم این بود، ولی گفته میشد که بله ظاهرا آقای مدیری بدهی آقای پرچمی رو تقبل کردن. تو این زمینه من فقط در حد شایعه و حالا اخباری که جسته گریخته به گوشم میرسید یک چیزایی رو میدونم. یادم هم نمیاد تو برنامه اصلا این موضوع رو مطرح کردیم یا نه، ولی فکر میکنم اگر این اتفاق افتاده بود رامین پرچمی حتما باید راجبش صحبت میکرد، چون من سوالاتی رو در این زمینه هم پرسیدم و خب رامین به اسم آقای مدیری فکر نمیکنم که اشاره کرده باشه. برزو گفته که آقای مدیری بدهی رامین رو داد که گفت جوابشون رو دادن، پیام گفتن که موافقم عماد جان. بله، این هم از این. حالا ببینم که سایر دوستان چه دیدگاه و نظری دارن که بشه راجبش صحبت کرد. ضمن این که الان دوستان بگن که دلشون میخواد که اگه فردا شب با لایو داشتیم در چه حوزه‌ای صحبت بکنیم، در ارتباط با چه موضوعی صحبت بکنیم، ممنون میشم پیشنهاداتتون رو کامنت بکنید. پیشنهادها رو کامنت بکنید که من ببینم علاقمندیتون برای موضوع فردا شب بیشتر حول و محور چه مسائلی است.
خب منتظر پیشنهادها هستم همچنان و امیدوارم که بتونیم برنامه ها رو همینطوری با مشارکت همدیگه جلو ببریم و به پیش ببریم. فیلم فارسی اکس پلیکاتور گفته که راجع به فیلم فارسی صحبت بکنه، موضوع جذابی میتونه باشه. شاید یه بخشی از لایو فردا شبمون رو اختصاص بدیم به فیلم های فارسی که، یا به تعبیری بهتر فیلم فارسی هایی که در دوران سابق ساخته شده بود، که البته ترکش های اون فیلم فارسی ها رو در دوره فعلی هم میتونیم ببینیم. خب دیگه سایر دوستان نظری دارن راجع به موضوع فردا شب که به نظرتون چه موضوعی رو میشه بهش پرداخت؟ آینده سیاسی ایران، مطالبی که ذکر شد عالی بود، سپاسگزارم خانم نصیری. نیما گفته که در مورد گروه های سیاسی مخالف جمهوری. خب خیلی کلیه، یعنی فکر نمی کنم اصلا در قالب یک برنامه بشه راجبش صحبت کرده. میشه شاید موردی بگید که مستاقتون رو بگید که مثلا چه گروهی مد نظرتون، شاید بشه راجب اون گروه حالا صحبت هایی رو داشت. ولی کیانوش گفته درباره فیلم های خوب قبل از انقلاب. خب پس الان کیانوش و اسپلیکاتور تقریبا با هم نظراتشون مشابهه در حوزه این که دلشون میخواد راجع به سینما بحث شه. تا الان پس سینما جلوست، بحث سینمایی خواهیم داشت فردا شب تا به این لحظه. حالا دو ببینم سایر دوستان نگاهشون چیه. اگر موضوعی پیشنهادی دارین برای فردا شب بگید که راجع به اون با هم حرف بزنیم. شدید دو نفر دیگه. بله آقای اکسپلیکاتور عزیز، خانم مهناز کوهی هم فیلم فارسی رو انتخاب کرده. اون هم موضوع گسترده است، اون هم موضوع جذابیه که میشه بهش پرداخت و میتونه خیلی جذابیت های تحلیلی خاصی هم داشته باشه. خانم نصیری در مورد چی؟ یه بار دیگه میشه در مورد چی صحبت کنم؟ تئاتر. بله بله، راجب تئاتر هم بله، قاعدتا وقتی راجب فیلم صحبت میکنیم به ویژه در دوره گذشته نمیشه راجب تئاتر هم حرف نزد. حتما اکسپلیکاتور روشن هستم پوریا جان، مذکر دهه پنجه. آقای روشن نازنی ممنون از اینکه اسمتون رو گفتید که ما رو از این دردسر خلاص کردید. خانم مهسا گفتن در مورد شبکه های ایرانی بیرون از ایران در مورد مسیح علی نجات که واقعا به فکر پول هست. خانم مهسا اگر شما برنامه های قبلی من رو ملاحظه کرده باشین راجع به همه اینا صحبت شده. فکر میکنم اگه توی کانال بچرخین همین 5-6 برنامه اخیر هم راجع به علی نجات صحبت کردیم، هم راجع به شبکه های برون مرزی و اصولا فلسفه پیدایششون. رضای عزیز گفته موافقم در مورد فیلم فارسی. پس فکر میکنم راجع فیلم فارسی میشه صحبت کرد. برنامه رو با محوریت فیلم فارسی آغاز میکنیم، ولی در کشاکش بحثمون سوالات دیگری هم اگر مطرح شد میتونیم بهش بپردازیم و راجعش با هم دیگه صحبت بکنیم. خب اینم از این. هورا بله خیلی دیگه عالی شد دیگه، من خودم هم خیلی موضوع رو دوست دارم. آقای سرپیکو قبل از اینکه من بگم اون یکشون رو گذاشتن. حالا دوستانی که از برنامه امشب خوششون اومده و موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت رو دوست داشتن، لطفاً با عدد 1 به بنده اعلام بکنن که این اتفاق رخ داده و مورد قبولشون بوده برنامه. برزو گفته که فردا درباره نیما نیستانی میپرسم. مرسی. خانم اهلان نصیری گفتن که چرا امید دانا مخاطبین زیادی پیدا کرده؟ به خاطر اینکه ایشون کاملا داره ساپورت میشه. و یک نکته دیگه هم که بهتون میگم، آقای امید دانا مطالبی رو که بیان میکنه مطالبی است که کاملا در اختیارش قرار میگیره، چون شما باید امید دانای 10-15 سال پیش رو هم بشناسین و بعد برسیم به این نکته که حالا امید دانایی که الان اومده شده تحلیلگر مسائل بین المللی 6 سال پیش کجا بوده، 10 سال پیش چی کار میکرده، 12 سال پیش چه اتفاقی براش رخ داده.
چه مسیری طی شده که برسه به یک تحلیلگر حوزه بین الملل و اونم با تعابیر عجیب غریبی که برای خودش داره و محل رجوع بسیاری از کارشناسان داخل ایران میشه در همین برنامه‌های تلویزیونی. این جالبه که میگن بعضیا هستن زرتشتی هم هستن ولی ببینید چقدر حامی جمهوری اسلامی هستن. یعنی به نظرم خب خیلی جالبه دیگه. خب یکو آقای روشن عزیز 1.5 دادن. خب ببینیم که تحصیلات اصلا تحصیلات ایشون هر چی که باشه، ایشون فکر نمی کنم تحصیلات خیلی ویژه‌ای هم داره، گرچه الان ازش بپرسید 6 تا مدرک از 4 تا دانشگاه بهتون نشون میده. بله متوجه شدم خانم نسیه. عباس جفرسون فخرآفر، بله آقای اصلا این دوتا به نظر من رقبای تنگاتنگی با هم دیگه هستن. آقای عباس فخرآور که ظاهرن ایشون نام آمریکایی جفرسون رو هم برای خودشون انتخاب کردن که بیشتر به جفنگسون میخوره تا جفرسون. بله بزرگوارین همه دوستان، سپاسگزار از اینکه حضور داشتین در برنامه امشب. قطعا اگر فردا شب این عمر و انرژی و سلامتی باقی مونده باشه برای من که بتونم در خدمتتون باشم و از همه اینا مهمتر سرعت اینترنت هم به اندازه کافی باشه که بتونیم در یک فضای سالم با هم دیگه صحبت بکنیم، اینه که شما رو به خدا میسپارم. خانم سوگل هم گفتن که من اعلام موجودیت میکنم. من فکر کنم شما میخواد دولت تعیین بکنید، یه جوری وارد شدید که من یه همچین برداشت رو کردم. اهلان نازنین گفتن که مرسی به بیراد کن، سپاسگزارم از حضور تک تکتون، شب و روزگار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. نمیدونم در کجای دنیا هستین، شب روز چه وقتی از زمان رو سپری میکنین، ولی هر جا که هستین سلامت و شاد و پیروز باشین. مرسی همین جان، خیلی لطف داری، سپاسگزارم از حضورت و سایر عزیزانی که امشب هم بودن. امید بر خدا که بتونیم در آینده هم با هم برنامه ها و لایف ها رو بسازیم. ضمن این که من حالا دارم سعی میکنم که یکی دو تا مصاحبه رو هم آماده بکنم براتون منتشر بکنم، امیدوارم که مورد قبولتون قرار بگیره. دو تا مصاحبه قدیمیه که در زمان خودش خیلی، یکیشون خیلی دیده شد ولی خب یکیشون میتونم بگم خیلی شاید مخاطبین زیادی رو نگرفت، چون من کانال قبلیم یهو تعلیق شد و اتفاقاتی براش افتاد که متاسفانه در حق اون مصاحبه دوم تا اندازه‌ای اجحاف شد. نهایتاً این که سپاسگزار از حضور تک تکتون، خدا نگهدار و به امید دیدار.